درود به دوستان و همراهان عزیزم، به کانال راوی شب خوش اومدین. با من همراه باشید تا ادامه ماجرای دیدار امیرالسلام نامدار با پیر پار دوز رو بشنوید. آوردند که ملک اقبال شاه، پادشاه سرزمین پریزادها، به دنبال امیرالسلام نامدار فرستاد و افریتی قوی هیکل امیرالسلام رو به حضور شاه رسوند. آصف وزیر، وزیر با تدبیر و با تجربه ملک اقبال شاه، تا امیرالسلام رو دید اون رو شناخت، ولی هرچی اصرار کرد ملک ارسلان مقر نیومد و گفت که من فیروز مصری هستم. آصف وزیر دست امیرالسلام رو گرفت و اون رو پای تختی برد که پیرمرد محاسن سپیدی اونجا خوابیده بود. امیرالسلام دید که پیرمرد همون پیر پاره دوزه. آصف وزیر قدری شونه های پیر رو مالید و اون بلند شد و نگاهی به امیرالسلام کرد و آصف وزیر ازش پرسید که آیا این خود امیرالسلامه یا نه؟ و پیر پاره دوز تایید کرد که خود امیرالسلامه. ولی باز ملک ارسلان مقر نیومد و گفت که من تو رو نمیشناسم. پیر رو به اون کرد و گفت ای جوان، تو مرا ندیده ای و نمیشناسی، اما من هزار مرتبه تو را دیده ام. 2 ماه تمام در تماشاخانه فرنگ با تو سر و کله زدم و التماست کردم، ولی تو فریب قمر وزیر حرامزاده را خوردی و به من بروز ندادی که امیرالسلامی. من به قوه خود هر آنچه سعی داشتم در حق تو نکویی کردم، ولی تو باز آن سگ را نجات دادی و مرا به این درد مبتلا کردی که درمانش فقط مرگ است. بعد دست پیش برد و دستمال حریر مشکی که بر چشمش بسته بود باز کرد. امیرالسلام درست نگاه کرد و شمس وزیر رو دید، ولی چشم راستش کور بود. آهی کشید و خودش رو به قدم شمس وزیر انداخت و به قدر 2 ساعتی گریه کرد. بعد گفت ای پدر مهربان، الهی نامم از صفحه روزگار برافتد و هر 2 چشم من کور شود که تو را به این روز نبینم. و شمس وزیر سرش رو به سینه گرفت و اشک چشمهاش رو پاک کرد و گفت جوان، تقدیر چنین بود. هرچه از روز اول قلم قدرت بر پیشانی شخص رقم زد همان می شود. الحذر از مکر قمر وزیر که پیر 70 ساله را گمراه می کند. تو که جوان بی تجربه نادانی. خوب حال بگو، از ساعتی که تیر به چشم قمر وزیر زدی و آن حرامزاده گریخت، چطور شد که تو را نکشت و تو کجا گریختی؟ و امیرالسلام گفت همون ساعتی که تیر رو به چشمش زدم، سیلی به بناگوشم خورد و بیهوش شدم و وقتی به هوش اومدم خودم رو در بیابونی دیدم. بعد از 3 روز به باغی رسیدم. قمر وزیر ملکه رو اونجا به 4 میخ کشیده بود. هرچی که فرخ لقا گفت بلند شو برو، گوش به حرفش ندادم تا اینکه قمر وزیر آمد و من رو گرفت و خواست بکشه که دستی پیدا شد و قمر وزیر و ملکه رو برد و من از باغ فرار کردم. مدت 6 ماه تموم چشمم آدم ندید و یکه و تنها در بیابون بودم، تا اینکه به قلعه ای رسیدم که همه افرادش از سنگ بودن. شب که شد افریت قوی هیکلی آمد و سگ بزرگی رو زنجیر به گردن آورد و 500 تازیانه به اون زد. بعد هم رفت و تختی آورد. دختری به روی تخت نشسته بود و اون رو با شمشیر به دست سگ سپرد و رفت. و بعد از ساعتی هم نقابدار سیاه پوشی اومد و با اون سگ زد و خورد کرد. من هرچی که ایستادم آخر کارشون رو نفهمیدم و آهسته سوار اسب نقابدار شدم و فرار کردم و به دروازه شهر لر رسیدم. از اسب پیاده شدم و داخل شهر شدم که تو من رو دیدی و پیش خودت طلبیدی. شمس وزیر ساعتی فکر کرد و گفت امیرالسلام، گویا گل تو را به دروغ سرشته اند. حالا هم که اقرار کردی باز ما را به کوچه علی چپ می اندازی؟ و امیرالسلام گفت وزیر، به جلال خدای عالم یک کلامش را دروغ نگفتم. کدام حرف به نظر تو دروغ آمد؟ و شمس وزیر گفت
این که میگویی به قلعه سنگ رفتم و افریت را دیدم دروغ است. برای اینکه قدم هر کس از نوع بشر به آن قلعه برسد، اگر 1000 جان داشته باشد، یکی را بیرون نخواهد برد. به خصوص تو که فولاد زره دیو به خونت تشنه است. امیرارسلان گفت: به خدایی که جان من در قبضه قدرت اوست، آنچه گفتم تمام را به راستی گفتم. به این نشانی که وقتی داخل قلعه سنگ شدم، به سر چاه رفتم و سنگی انداختم که عمق چاه را بفهمم. صدایی برآمد که اگر امیرارسلانی بگو. گفتم بلی امیرارسلانم. گره بسته ای انداخت. وقتی آن را گشودم، گردنبند یاقوتی را که در فرنگ از گردن فرخ لقا باز کرده بودم در پارچه‌ای بسته دیدم. من گردنبند را برداشتم. بعد دست در بغل کرد و گردنبند یاقوت را بیرون آورد و برابر روی شمس وزیر گذاشت. چشم آصف وزیر که به گردنبند افتاد، سجده شکر به جا آورد. شمس وزیر گفت: جوان، بنازم به بخت و اقبالی که داری. من هرگز گمان نمی کردم تو قدم به قلعه سنگ بگذاری و از دست فولاد زره حرامزاده جان سالم به در بری. این گردنبند جان تو را خرید و تو را از شر آن سگ و افرید حفظ کرد. نمی دانم این گردنبند چطور به ته چاه رفته. این از بخت بلند تو بوده، وگرنه گمان نمی کنم 100 سال دیگر تو این گردنبند را در خواب می دیدی. شکر خدا که گردنبند از دست فولاد زره بیرون رفت. قدر آن را بدان و از آن محافظت کن. این رو گفت و رو به آصف وزیر کرد و گفت: پدر، من دیگر احوالی ندارم. حال که او را شناختید، شما و پادشاه آن چه باید به او بگویید. و آصف وزیر شمس وزیر رو در بستر خوابوند و دست امیرارسلان رو گرفت. از تخت به زیر آمد و در برابر اقبال شاه تعظیم کرد. اقبال شاه صورت امیرارسلان رو بوسید و گفت: فرزند، الحمدلله چشمم به دیدار تو روشن شد. امیدوارم که همه ی آرزوهای من برآورده شود. بعد امیرارسلان رو در کنار خودش نشوند. ارسلان به اقبال شاه گفت: قربانت گردم، در این تخت دیگر چه کسی خوابیده و شما با من چه مطلب دارید؟ اقبال شاه گفت: فرزند، این تخت دست راست که میبینی پسر من است که زخم شمشیر زمردنگار خورده. برخیز او را ببین تا احوالات را آصف وزیر تماما برای تو بگوید. و امیرارسلان از جاش بلند شد و بالای تخت کنار بستر نشست. لحاف را یک سو کرد و چشمش به آفتاب جمال 21 سال جوونی افتاد که تا به حال جوونی به این خوبی و آراستگی ندیده بود. رنگ جوان مثل کهربا زرد بود و نفس آهسته می کشید. اقبال شاه رو به آصف وزیر گفت: ای وزیر، تمام حکایت را مفصلاً برای امیرارسلان بگو. و آصف وزیر گفت: جوان، اولاً بدان که این مملکت را دشت صفا می نامند. من وزیر پدر اقبال شاه بودم. اقبال شاه آب بی مصلحت من نمی خورد. منجم و اخترشناسی چون من خدا نیافریده. این شمس وزیر و قمر وزیر هر دو شاگرد منند. در طفولیت ایشان را از فرنگ آوردند و من هر دو را تربیت کردم. چنان شدند که در هر علمی از من داناتر شدند و قرینه ندارند. شمس وزیر خوب از آب در آمد و قمر وزیر کافر و بدزاد شد و من به این صورت شمس وزیر را بیشتر دوست می داشتم. قمر وزیر حرامزاده کینه شمس وزیر را در دل گرفت تا اینکه هر دو بعد از تحصیل حب وطنیشان را گرفت و رفتند به فرنگ. هر دو وزیر پتروس شاه فرنگی شدند. قمر وزیر حرامزاده عاشق جمال فرخ لقا دختر پتروس شاه شد و خواستگاری کرد. پتروس شاه نداد و قمر وزیر را غضب کرد. قمر وزیر هر شب به علم سحر به قصر دختر می رفت و پتروس شاه فهمید. چاره کار را از شمس وزیر خواست. شمس وزیر نزد من آمد و امداد خواست. من این 12 دانه یاقوت که کاهنان پریزاد اسمها بر آن نقش کرده بودند و به گردن منظر بانو دختر ملک شاه رخ شاه پری بود گرفتم و گردنبند را تلسم بند کردم. شمس وزیر به گردن فرخ لقا انداخت و دیگر قمر وزیر به واسطه گردنبند نمی توانست نزدیک دختر برود.
هیچ کس هم به جستو نمیتوانست گردن بند را از گردن ملکه باز کند، برای اینکه من طلسم را به نام تو بسته بودم، تا اینکه تو به فرنگ آمدی و قمر وزیر تو را فریب داد، کاری که نباید کردی و گردن بند را با دختر دزدید و آخر به دست فولاد زره دیو گرفتار شد. و این جوان که در بستر خوابیده و زخم شمشیر دارد پسر اقبال شاه است، ملک فیروز نام دارد. 2 سال قبل از این عاشق گوهرتاج دختر ملک لعل شاه شد، همان که تو را محض خاطر شمس وزیر می‌خواست بکشد. شکایت پیش من کرد، من به پدرش شکایت را عرض کردم، پدرش از من چاره خواست، من شمس وزیر را خواستم. چون شمس وزیر بنی آدم بود، او را به نزد ملک لعل شاه به خواستگاری دخترش فرستادی. قبول کرد و با نهایت رضایت دختر را عقد بست و گفت به شرط آن که فقط 1 فرزند دارم میخواهم خود برای او عروسی بگیرم. ما قبول کردیم. شب عروسی خودش دست عروس را گرفت و با کمال مهربانی به دست ملک فیروز نهاد. ما همه شاد و خندان به منزلهای خودمان رفتیم و بعد از ساعتی صدای شیون از حجله عروس بلند شد. همین که سراسیمه دویدیم دیدیم ملک فیروز در میان خون قوطه می خورد و دختر را برده اند. به 1000 مشقت شاهزاده را به هوش آوردیم و احوال پرسیدیم. گفت همین که اتاق خلوت شد تا جامی شراب از دست دختر نوشیدم صدای عربده‌ای بلند شد. افریتی داخل شد و معشوقه مرا در بر گرفت و شمشیر کشید و بر سر من زد. دیگر نمی دانم چه شد. وقتی که سرش را نگاه کردیم دیدیم زخم شمشیر زمردنگار است. عروسی به عزا مبدل شد و ما ملک فیروز را برداشتیم و آوردیم. حال برای تو از فولاد زره دیو بگویم. او حرامزاده است که در شجاعت و زور بازو در زیر قبه قمر مانند او نیست. علاوه بر شجاعت ساحری است که اگر لب به جنباند زمین و آسمان را به هم می دوزد. و مادری دارد که در تمام دنیا نظیرش از سحر به هم نمی رسد. مادر حرامزادش تن فولاد زره را طلسم بند کرده که هیچ حربه‌ای به تن او و مادرش کار نمی کند. مگر شمشیر زمردنگاری که بر کمر خود فولاد زره حرامزاده بسته است و آن شمشیر یکی از شمشیرهای حضرت سلیمان است. مادر فولاد زره آن شمشیر را به زهر حلاحل و زهر گیاه آب داده و به هر کس زخم بزند تا زنده است زخم او چاره پذیر نیست و تا 3 سال بیشتر زنده نمی ماند. در همسایگی دشت صفا 2 مملکت است. یکی ارض بیضا و دیگری دشت زهر و فاد زهر. پادشاه ارض بیضا ملک شاه رخشاه است و پادشاه دشت زهر گیا ملک خازن پری بود. بسیار صاحب قدرت و لشکر و حشم بود. دختر شاه رخشاه همسر ملک خازن بود. پسری داشتن ملک شاپور نام بسیار شجاع. فولاد زره دیو سپه سالار ملک خازن بود تا اینکه 3 سال قبل ملک خازن وفات کرد. هوای سلطنت به سر فولاد زره دیو افتاد. با مادرش مشورت کرد تا اینکه عزاداری ملک خازن ختم شد و بزرگان شهر ملک شاپور را به جای پدرش تاج به سر گذاشتند. رسم پادشاهان دشت زهرگیاه این است که به قلعه سنگی که تو دیدی می آیند و تاج به سر می گذارند و این را برای خود شگون و میمنت می دانند. ملک شاپور هم به رسم آبا و اجداد خود در آن قلعه آمد و وزیر و امیران حاضر شدند. همین که صف سلام بستند فولاد زره دیو و مادرش فرصت یافتند و ملک شاپور و وزیرش و امیرانش را با 12,000 کس به علم سحر به صورت سنگ کردند و خود در ساعت به شهر آمدند و بر تخت سلطنت نشستند. منظربانو دختر ملک شاه رخشاه که زن ملک خازن و مادر ملک شاپور بود اسیر فولاد زره شد و نمی دانم چه بر سرش آمد و کم کم آنچه دیو و افرید در کوها و غارها بودند بر سر فولاد زره جمع شدند و لشکر بزرگی آماده کردند. خلاصه فولاد زره هر روز صید تازه‌ای پیدا می کرد. گوهرتاج دختر ملک لعل شاه را دزدید و زخم بر ملک فیروز زد و باز در هوا دنبال شکار تازه‌ای بود که چشمش به جمال فرخ لقا افتاد و عاشق او شد و سرازیر شد و ملکه و قمر وزیر را در آن باغ ربود.
قمر وزیر و ملکه را که نزد خود آورد از قمر وزیر احوال پرسید و قمر وزیر حکایتها را گفت. فولاد زره همین که اسم تو را شنید به قمر وزیر گفت برو و ارسلان را بیاور، برای اینکه مادرش به او گفته بود که کشندش ملک ارسلان پادشاه روم است. فولاد زره یک سال است که تو را جستجو می کند. همین که قمر وزیر رفت و تو را پیدا نکرد خواست فرار کند که دوباره فولاد زره او را گرفت و به صورت سگ درآورد و شب و روز او را زجر می کرد. همین که قمر وزیر ملکه را از فرنگ برد شمس وزیر نزد من آمد و ملک لعل شاه برای نجات دخترش از شمس وزیر کمک خواست. شمس وزیر که در استرلاب دیده بود تو به شهر لعل خواهی آمد با ملک لعل شاه عهد کرد که دخترش را نجات دهد به خیال آن که تو را پیدا می کند و به کشتن فولاد زره راه نمایی می کند. تا آنکه شبی که تو در قلعه سنگ بودی گویا دختر ملک لعل شاه با فولاد زره بدرفتاری کرده بود. فولاد زره هم آمده بود زن ملک لعل شاه مادر گوهرتاج را ربوده بود. همان زنی که تو دیدی روی تخت فولاد زره به دست سگ بود. آن نقابدار سیاه پوشی که دیدی شمس وزیر بود که آمده بود همسر لعل شاه را نجات دهد که تو اسبش را سوار شدی و گریختی. بعد از رفتن تو کار بر قمر وزیر تنگ شد و آن زن بیچاره را گردن زد. شمس وزیر جرأت کرد و جلو رفت و آن شمشیر را از دستش گرفت و خودش را هم اسیر کرد و آورد. منتظر تو بود که بیایی و شمشیر را به تو بدهد که قمر وزیر را بکشی و بعد به جنگ فولاد زره بروی. که تو بی مروت آمدی و آنقدر بروز ندادی تا باز فریب قمر وزیر را خوردی و آن حرامزاده را نجات دادی و این گونه دوباره شمشیر به دست فولاد زره افتاد. امیر ارسلان که این حرفا رو شنید گفت ای وزیر، حال از اینها گذشته زخم شمس وزیر و ملک فیروز علاجی ندارد و اینها به همین زخم خواهند مرد. که آصف وزیر گفت هیچ مرهمی زخم اینها را علاج نمی کند مگر یک مرهم که آن هم محال است. ارسلان پرسید آن مرهم کدام است که به این شدت نایاب است؟ و آصف وزیر گفت آن مرهم مغز سر فولاد زره دیو و مغز کله قمر وزیر و چند جور گیاه باغ پادزهر است. باید اینها را در هم کوبید و مرهم درست کرد و بر زخم آنها گذاشت و الا محال است که آب زندگی هم چاره این زخم را بکند. دوباره امیرالسلان گفت پدر، به من بگو آن جوان که در قلعه سنگ شده است با وزیر و ارکان دولتش چاره ای دارد و کسی می تواند آنها را از صورت سنگ نجات دهد؟ و آصف وزیر جواب داد جوان، اینها همه بسته به کشتن فولاد زره هست. آن جوان هم چاره ای ندارد مگر اینکه خاکستر فولاد زره را با خاکستر مادرش در آب بریزیم و بر ایشان بپاشیم تا به صورت اصلی خود بازگردند. امیر ارسلان حیرت کرد و گفت این فولاد زره عجب بلایی است. پدر، تو را به خدا آیا کسی هست که بتواند علاج این حرامزاده را بکند؟ و آصف وزیر جواب داد هیچ کسی از جن و پری و بنی آدم کشنده فولاد زره نیست مگر تو یک نفر، در صورتی که شمشیر زمردنگار در دست داشته باشی. افسوس که شمس وزیر خدمتی به تو کرد که از دست هیچ کس بر نمی آمد و تو قدرش را ندانستی. دیگر یقین بدان که اگر کائنات جمع شوند محال است که بتوانند رنگ شمشیر زمردنگار را ببینند. دوباره امیر ارسلان پرسید پدر، به من بگو فرخ لقا کجاست و چه به سر او آمده؟ و آصف گفت جوان، فرخ لقا هم به دست فولاد زره گرفتار است. امیر ارسلان ساعتی سر به جیب تفکر فرو برد و فکر کرد. بعد گفت پدر جان، حال تکلیف من چیست و چه باید بکنم؟ و آصف وزیر جواب داد اگر این دسته گل آخری را به آب نداده بودی و شمشیر در دستت بود ما سپاه سان می دیدیم و 50,000 کس با تو می کردیم و تو را به جنگ فولاد زره می بردیم، ولی حال که شمشیر در دستت نیست به قدر دو پول کار از دست تو ساخته نمی شود و اجاله کاری به تو نداریم. چند روزی در این شهر بمان و خستگی شش ماهت را بگیر. بعد از چند روز تو را می دهم به دست افریتان
ببرند دم دروازه روم بگذارند. برو آسوده بر تخت سلطنت و حکمرانیت بنشی و هیچ خیال مکن که در این دو سه سال این همه مشقت کشیدی. امیرالسلطان گفت: وزیر، از همه گذشته فرخ لقا را چه کنم؟ من سلطنت روم را به طاق ابروی فرخ لقا از دست دادم. حال او را به چنگ دیوان گرفتار کنم؟ دنیا بی فرخ لقا به چه کار من می خورد؟ حال که مرا آورده اید راه و چاه را نشانم دهید. به جلال خدای عالم تا به جنگ فولاد زره نروم آرام نمی گیرم. من زنده باشم و یار من اسیر و گرفتار دیوان باشد؟ آصف وزیر گفت: جوان، آرام بگیر. فولاد زره الماس خان و سام خان فرنگی نیست که به این آسانی بگویی او را می کشم. درست است که کشنده فولاد زره تویی، ولی شمشیری که کشنده اوست بر کمر خودش بسته است. هر کاری اسبابی می خواهد. و امیرالسلطان در جواب حرفش گفت: اگر واقعا راست می گویی و در رم دیدهی که کشنده فولاد زره دیو منم، که به توفیق خدای 18,000 عالم بی شمشیر هم می توانم او را بکشم. شمشیر ندارم، قوت بازو که دارم. اگر شما لشکر نکشید خود به تنهایی می روم. و آصف وزیر گفت: در این که کشنده فولاد زره تو هستی حرفی نیست، اما چون شمشیر زمرد نگار کشنده اوست من قدری تأمل می کنم. همه معطلی من محض شمشیر است. و امیرالسلطان دوباره گفت: وجود خود من فولاد زره کش است. و بعد دست انداخت و دامان اقبال شاه و آصف وزیر رو گرفت و اشکی ریخت و گفت: ای پادشاه، مرا روانه کن به جنگ فولاد زره. اگر سپاه نمی دهی مرا به تنهایی روانه کن. القصه، اقبال شاه و آصف وزیر هر چقدر نصیحتش کردند به جایی نرسید و امیرالسلطان اونقدر التماس کرد که جگر اقبال شاه سوخت و گفت: جوان، اگر تاج و تختم در این کار به باد برود، محض خاطر تو لشگری بر سر فولاد زره می کشم و آنچه دلخواه تو باشد به عمل می آورم. برخیز تا ببینم چه باید کرد. و امیرالسلطان به آصف وزیر گفت: پدر، من تا 20 روز دیگر بیشتر صبر نمی کنم. برخیز هر قدر مقدور می شود لشگر جمع کن و سان ببین. و آصف وزیر به چشمی گفت و از جاش بلند شد. اقبال شاه دست امیرالسلطان رو گرفت و از خلوت بیرون آمدند. آصف وزیر در خزانه رو باز کرد و به تدارک سپاه مشغول شد. و امیرالسلطان هم به بارگاه اومد و ملک اقبال شاه رو به اهل بارگاه گفت که به حمد الله بختمون بیدار بود و به مقصود رسیدی. و این جوان ملک ارسلان شاه رومیه. همه امیران سجده شکر به جا آوردند و بزم شاهانه آراستند و تا شب در بارگاه به می خوردن و عیش و طرب مشغول بودند. همین که آفتاب سر به چاهسار مغرب کشید، ملک اقبال شاه از جاش بلند شد و رو به جانب 4 نفر غلامان پریزاد کرد و گفت: ببرید این جوان را در باغ و عمارتی که برای او معین شده مسکن دهید. و غلامان جلو افتادند و امیرالسلطان از پشت اونها روونه شد. همه جا آمدند تا به قصری رسیدند. غلامان ماه طلعت سفره گستردند و امیرالسلطان شام خورد و کنیزان بستر حریر گستردند و ملک ارسلان بعد از 6 ماه به استراحت پرداخت. تا هنگامی که عروس خلوت نشین خورشید عالم را از نور جمال خودش مزین کرد. در سرزدن آفتاب امیرالسلطان نامدار سر از بستر خواب برداشت و به حمام رفت و لباس مرصعی پوشید و به بارگاه اومد. القصه، مدت 20 شبانه روز امیرالسلطان در شهر صفا به سر بود. روز 20 در بارگاه نشسته بود که آصف وزیر از در داخل شد و در برابر ملک اقبال شاه تعظیم کرد و عرض نمود: قربانت گردم، در این 20 روز به اقبال بیزوالت 100,000 قشون افریت و جن و قول سان دیدم. همه حاضرند و در بیرون شهر اردو برپا کرده اند. و امیرالسلطان خوشحال شد و گفت: وزیر، مرحبا به تو که سر وعده 20 روز ما را راه انداختی.
خلاصه اقبال شاه مرکب طلبید و با امیرارسلان و جمعی از امیران از شهر بیرون آمدند. آصف وزیر به امیرارسلان گفت در این سفر باید شمس وزیر همراه شما باشد و اقبال شاه دستور داد تخت فیلی حاضر کردند و شمس وزیر رو در میون تخت جای دادند. اقبال شاه شهر صفا رو به یکی از امیران سپرد و سه شبانه روز در اردو به سر بردند و روز سوم طبل رحیل به نوازش در آوردند. سپاه کوچ کرد. امیرارسلان سوار مرکب باد پای پریزادی شده غرق آهن و فولاد گردید و همراه ملک اقبال شاه و آصف وزیر به راه افتادند. تا نزدیک غروب آفتاب به چمنزار خوش آب و هوایی رسیدند و خیمه و خرگاه سر پا کردند. خلاصه اون شب رو تا صبح به سر بردند و فردای اون روز با لشکر به همین طریق طی منازل می کردند تا شش منزل از شهر صفا دور شدند. امیرارسلان از آصف پرسید که به سر منزل فولاد زره چقدر راهه؟ و آصف وزیر گفت که شش روز آمدیم و شش روز دیگر مانده. امیرارسلان دوباره گفت لشکر در اینجا توقف کند و نامه‌ای به فولاد زره بنویس تا ببینم چه جواب می‌دهد. و آصف وزیر قلم به دست گرفت و اینگونه نوشت: از من که ملک اقبال شاه سلطان مملکت صفا هستم به تو ای اهریمن واژگون کردار. دانسته و آگاه باش که 100,000 لشکر قول و جن و دیو حرکت داده ام و در شش منزلی دشت زهرگیاه نشسته ام. اگر با دیدن نامه دست از دخترم برداشتی و او را به قاصد سپردی که نزد من بازگرداند، کاری با تو ندارم و اگر چنانچه خلاف این امر کنی، آماده باش که خاک در کاسه سرت می کنم و سلام. آصف وزیر نامه رو مهر کرد و اقبال شاه اون رو به یکی از سرکردگان دیو داد و گفت که به دشت زهرگیاه ببر. ولی مبادا از زبانت بروز کنه که امیرارسلان رومی همراه منه. و افرید به جانب دشت زهرگیاه روان شد. خبر به فولاد زره دادن که از طرف ملک اقبال شاه ایلچی آمده. فولاد زره تعجب کرد و دستور داد ایلچی رو استقبال کنه. ایلچی وارد شد و تعظیم کرد و فولاد زره جانشون داد و فرمود که چه مطلب داری؟ ایلچی نامه رو به دست فولاد زره داد و اون خوند و از مضمون نامه مطلع شد. دود ناخوش از روزنه دماغش متصاعد شد و در دلش گفت مگر اقبال شاه دیوانه شده؟ به کدام جرأت چنین نامه‌ای برای من نوشته؟ بعد ساعتی فکر کرد و گفت پهلوان، یک سخن از تو میپرسم، راست بگو. مگر تازه کسی در شهر صفا پیدا شده که اقبال شاه را به جنگ من تحریک کرده؟ و اون افرید جواب داد بس کن حرامزاده، مگر اقبال شاه از تو باکی دارد که این سخنان بیهوده را میگویی؟ نه، کسی پیدا نشده. تو جواب نامش را هر طور که صلاح میدانی بده. چه کار به این کارها داری؟ خلاصه فولاد زره به قیز اومد و نامه را پاره کرد و گفت برو به اقبال شاه بگو که یقیناً از زندگی سیر شدی. تقصیر با منه که تو رو به حال خودت گذاشتم و اینطور گستاخت کردم. جواب من فقط جنگه. و ایلچی از بارگاه بیرون اومد و به جانب اردو روونه شد. فولاد زره هم لشکر جمع کرد و ساندید و با 60,000 افرید حاضر و آماده نشد. خب دوستان عزیزم، اینم از قسمت 36 افسانه امیرارسلان. اگه داستان رو دوست داشتین لطفاً ویدیو رو لایک کنید و نظراتتون رو برام بنویسید. تا شب بعد و ادامه این افسانه زیبا، خدا نگهدار.